بطری‌های آب بخشی از زندگی روزمره انسان‌ها در سراسر جهان هستند. اما آزمایش‌های جدیدی که به سفارش روزنامه‌نگاران مؤسس اورب میدیا انجام شده، یافته غیرمنتظره‌ای داشته. ذرات بسیار ریز پلاستیک معلق در آب. در این آزمایشگاه در دانشگاه ایالتی نیویورک روی بیش از 250 بطری آزمایش انجام شد. یک نوع خاص از رنگ به آب اضافه شد. رنگی که به ذرات پلاستیک میچسبد. وقتی طول موج خاصی از نور بهشون میتابه مثل ستاره میدرخشن. به طور متوسط در هر لیتر 10 ذره بزرگ پلاستیک پیدا شد. هر یک بزرگتر از پهنای یک تار موی انسان. ذره های کوچکتر هم پیدا شدند. به طور متوسط 314 ذره در هر لیتر آب. پلاستیک بودن همه این ذره ها تایید نشده ولی احتمالش زیاد است. در حال حاضر قانون مشخصی درباره این ذرات ریز پلاستیک یا شیوه مورد توافقی برای بررسی آنها وجود ندارد. این نشون میده که جای نگرانی هست. این مقدار پلاستیک در آب فاجعه نیست، ولی نگران کننده است. مخصوصا برای اونایی که فقط آب بطری میخورن، چون دارن هزاران ذره پلاستیک رو وارد بدنشون میکنن. ما با همه کارخانه هایی که محصولاتشان در این آزمایش شرکت داشتند تماس گرفتیم. نسله گفت ما تا امروز تنها ذرات پلاستیکی خیلی کمی در محصولاتمان دیدیم. دنون مالک اویان گفت روشی که در این آزمایش استفاده شده واضح نیست. ضمن اینکه درباره وجود ذره های پلاستیکی در آب قانونی وجود ندارد. کوکاکولا که آب داستانی را تولید می کند گفت ذره های پلاستیکی همه جا هستند. و به همین دلیل ممکن است حتی در محصولات تصفیه شده با کیفیت بالا هم پیدا شود. این اولین باریه که آب بطری برای پیدا کردن ذره های پلاستیکی در این سطح وسیع آزمایش میشه. محصولات 11 شرکت مختلف از 9 کشور به اینجا آورده شدن. تقریبا در همه اونها ذره های پلاستیکی پیدا شده. سوال اینه که تأثیرش رو بدن ما چیه؟ سازمان استاندارد غذا میگوید بعید است که این ذره های کوچک به بدن آسیب بزنند. اما سازمان بهداشت جهانی می‌خواهد آزمایش‌های بیشتری انجام شود. دانشمندان از این تصمیم استقبال کردند. حالا که از وجود شمار زیاد ذره‌های کوچک پلاستیکی و آسیب احتمالی که ممکنه به بدن بزنن آگاه شدیم، بعد ببینیم چطور می‌تونیم شمار این ذره‌ها رو کاهش بدیم و مانع این بشیم که در آینده به مشکل بزرگی تبدیل بشه. دانشمندان میگویند اگر آب پاک در دسترس نیست، آب بطری مطمئن تر است. اما این سوال که پلاستیک از چه جاهایی ممکن است سر در بیاورد و چقدر برای بدن ما مضر است، هنوز پاسخ روشنی ندارد. دیوید تروکمن، بی بی سی نیوز، این نیویورک استیت. فرهاد کامرانوند، کارشناس علوم آب از شهر میلتن کینز بریتانیا با ماست. آقای کامرانوند، ما در مقاطعی میشیدیم که آب بطری از آبی که در آب لوله کشی در واقع میتونیم داشته باشیم آب بهتری هست. حالا این تحقیق بیرون اومده و اینکه ذرات پلاستیکی ممکنه در اون آب باشه، چقدر این جای نگرانی است برای کسانی که آب بطری استفاده میکنن؟ هنوز گزارشی به صورت علمی وجود نداره که اثبات بکنه که این ذرات میتونه برای سلامتی انسان و موجودات زنده آبزی خطرناک باشه. عمده بحث این هستش که ما چطور میتونیم جلوگیری بکنیم از بروز فاجعه، چون معمولا وقتی عوارض آلاینده ها شناسایی نشده نمیشه تصمیم قطعی در رابطه با اینکه چطور باشون برخورد کرد گرفت و همه چیز به آینده موکول میشه. ولی اگر بخوایم اقدام پیشگیرانه داشته باشیم، الان زمان این هستش که برای طراحی و در واقع دیولپ کردن و توسعه فرآیندهای تصفیه برای حذف کردن این میکروپلاستیک ها اقدام لازم انجام بشه. آیا با تصفیه میشه از شر این میکروپلاستیک ها خلاص شد؟ چون گفته میشه بسیار ریز هستن، در حد نانو هستن. در شرکت های تولید آب بطری به اصطلاح آب معدنی از پیشرفته‌ترین فرآیندهای تصفیه استفاده میشه، از جمله نانو فیلتریشن و اسموز معکوس. و سوالی که مطرحه و هنوز بی پاسخ مونده اینه که این ذرات میکروپلاستیک چطور وارد بطری‌های پلاستیکی شدن؟ آیا اینها طی فرآیند تصفیه وارد شدن یا اینکه از ابتدا در آب خام وجود داشتن و تونستن از این فرآیندها عبور بکنن؟ و یا احتمال سومی که مطرح شده اینه که اینها از در واقع ساییدگی و بسته شدن درب بطری وارد بطری آب شدن و در آب مشاهده شدن.
شما گفتین که هنوز هیچ تحقیقی صورت نگرفته و چیزی، یعنی تحقیقات علمی نشون نداده که این ذرات ریز پلاستیکی بتونه مضر باشه برای بدن، ولی دلیلش این هست که هنوز تحقیقی صورت نگرفته، یا این که فکر میکنی که اگر تحقیقی هم صورت بگیره به نتیجه ای نمیرسه، یا نتیجه این خواهد بود که ضرری نداره؟ تحقیقاتی صورت گرفته، از جمله در سال 2012 انجمن علوم دریایی آمریکا گزارش رو منتشر کرد که داده های علمی تا به امروز اثبات نکرده که این مواد میتونن برای موجودات آبزی خطرناک باشن. در سال 2016 برنامه زیست محیطی سازمان ملل هم یک گزارش رو منتشر میکنه که در اون به صراحت قید شده که با وجود شواهد به دست اومده از وجود این مایکروپلاستیک ها در منابع آب، داده ای مبنی بر این که اینها بتونه سلامت انسان رو به خطر بندازه هنوز به دست نیامده. اما ضررهای احتمالی رو میشه برای این مواد متصور بود، از جمله مداخله در چرخه آب و چرخه غذا، به این صورت که آلاینده های آبگریز میتونن جذب این میکروپلاستیک ها بشن و به این شکل منابع آب رو آلوده بکنن. و میشه گفت که خود میکروپلاستیک ها شاید تا امروز اثبات نشده که آلایندگی داشته باشن، ولی اون آلاینده هایی که به این میکروپلاستیک ها متصل میشن میتونن برای سلامت ما مضر باشن. همچنین اینها میتونن توسط پلانکتون ها هضم بشن و نهایتا توسط ماهی ها میتونن به چرخه غذا ورود پیدا بکنن، که این هم اثراتش هنوز به دقت بررسی نشده.